سلام، شنونده و بیننده رادیو تماشا هستید. رادیو بخش فارسی صدای آمریکا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح شنبه 9 آذر ماه سال 1392 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 جمعه شب 29 نوامبر 2013 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست. متولد 18 مهر ماه سال 1323 اهواز، تحصیل در رشته حقوق دانشگاه تهران، فعال مدنی، محقق در مسائل زنان و حقوق بشر، نویسنده کتاب‌ها و مقالات متعدد. مهرنگیز کار که در ایران وکیل دعاوی دادگستری بود، سالهاست در آمریکا با عنوان استاد مهمان و پژوهشگر در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی مختلف مشغول است. چون که با برنامه‌های رادیو تصویری صدای آمریکا آشنا هستید، این رسانه در فرصت‌های مناسب شخصیت‌ها و چهره‌هایی را معرفی می‌کنه که به شکلی سهمی در تاریخ و تمدن بشری داشتند. مصاحبه‌ای که قبلاً با خانم کار داشتم خلاصه است از داستان زندگی شخصی این کارشناس حقوقی که امروز بخش 11 اون رو میشنویم و قسمت‌های بعدی شنبه‌های آتی تقدیم می‌شود. اما طی برنامه امروز و قسمت بعدی وی درباره تفاوت قانون حمایت از خانواده قبل و بعد از انقلاب اندکی توضیح می‌دهد. همه اتفاقات بعد بلافاصله بعد از انقلاب افتاده، تو اون بحبوحه که کسی نمیتونست حرفی بزنه، تو بحبوحه که کسی هم حرف میزد، کسی محل نمیذاشتن بهش. اون اول که نمیتونستن، همه خفه نشده بودن. ببینین، حجاب اجباری شد ولی 3 سال زنها مقاوم بودن در برابر، حتی حاضر نبودن چیزی سرشون کنه تا بعد از اینکه یواش یواش رسمی شد. اول مانکنا رو حجابی کردن که من یه مقاله دارم به نام مرگ مانکن، اگه دیده باشین، توی کتاب انگلیسیه که الان ترجمهش کردم به فارسی. چون از عهده زنا بر نمیدن، اول رفتن سراغ مانکنا، مجسمه ها، اینکه اینا چیزای آسونی نبود. بعدم وقتی که آیت الله خمینی شورای نگهبان رو تشکیل دادن، اون موقع که ما قانونگذاری نداشتیم، قانون اساسی نداشتیم، وقتی که آیت الله خمینی شورای نگهبان رو تشکیل دادن، قبل از قانون اساسی و قبل از اصلا قانونگذاری، شورای نگهبان تکلیف و وظیفه‌ای پیدا کرد. وظیفه‌اش این بود که اون قوانینی رو که در تعارض با شرع بود اینا رو شناسایی بکنه. اون هم اولین کاری که کرد رفت سراغ قانون حمایت خانواده و گفت قانون حمایت خانواده در مواردی مانند ولایت، سرپرستی و یادم نمیاد یکی دو مورد طلاق. دیگه طلاق و در جاهایی که در تعارض با شرع ملقاء الاثر اعلام میشه. قبل از اینکه شورای نگهبان این کارو بکنه، یک فتوای تصنعی یا طبیعی، من نمیدونم، یک شخصی که من اسمشو در کتاب شورش نوشتم و منبع دادم، از آیت الله خمینی خواست که حضرت امام، این قانون با شرع تعارض داره و شما فتوا بدین دربارش. ایشونم به نظرم اصلا وقتی نداشتن اون موقع، برای اینکه اون موقع وقت عجیب و غریبی بود که قانون بخونن، نوشتن که اگر که این قانون در تعارض با شرع است، پس بنابراین مثلا ملقاء الاثره. البته من نقل به مضمون میکنم، عینشو توی شورش نوشتم. از اونجا داستان شروع شد. این داستان از زمان آقای احمدی نژاد شروع نشد. اونتا آقای احمدی نژاد اشتباه کرد یا قوه قضایی. یکی از کارا که شورای نگهبان کرد، اومد مجازات زن دوم، عاقد، سردفتر و شوهر رو حذف کرد. گفت اینا شرعی نیست. در حالی که این ضمانت اجرای کنترل چند همسری بود در ایران که در قانون حمایت خانواده اومده که اگر زن دوم میدونه که این آدم زن داره و بدون اجازه دادگاه میره زنش میشه، این باید 1 سال حبس بشه. خود اون مرد باید 1 سال حبس بشه، عاقد باید 1 سال حبس بشه، سردفتر باید 1 سال حبس بشه. اینا همه در قانون حمایت خانواده قبل از انقلاب بود. حمایت خانواده
و برای اولین بار در ایران اومدن دادگاه های حمایت خانواده درست کردن. تا قبل از اون زنها رو به طلاق غیابی مطلقه می کردن، می رفتن دفترخونه، حتی درباره پریودشون و قاعدگیشون مرد شهادت میداد، برای اینکه میدونین شرعیه که باید بگن در طهری است که در اون طهر مباغه صورت نگرفته و از این حرفا. حتی اون رو هم مرد عمل میکرد بهش، زن اصلا نمیومد تو دفترخونه، مهر زنم میذاشت تو صندوق دولت، چون مهرام زیاد نبود و مردم که مثلا طلاق بدن خیلیشون مؤمن بودن و یعنی شرعاً باید بدن. اگه نفقه هم طلبکار بود یه چیزی حساب میکردن با رئیس دفتر با هم دیگه، میرفتن تو صندوق یه نامه برای خانم مینوشتن که شما به طلاق غیابی مطلقه شدین. این صدای آمریکا در واشنگتن است.